خانواده فرزندهای ناز ماست. رای به رفتن توه، رای به سفره های ماست، رای به رای ندادنه، رای به دوغ مادراست. I feel like I'm dreaming, but I know that if I was dreaming and that if he woke me up, he'd tell me that it's gonna be okay. سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. برنامه پخش مستقیم رو ملاحظه میکنید. ویژه روز نمایش انتخابات 1400 در نظام جمهوری اسلامی. چند روز گذشته برنامه پخش مستقیم داشتیم و تریبون‌های آزاد، فضای اعتراضی در جامعه، جنبش‌های اعتراضی و فعالین جنبش‌های اعتراضی و نقش و عملکرد و تأثیرشون رو مورد بررسی قرار دادیم. همچنین تریبون‌های آزاد که به تریبون‌های جنبش سرنگونی تبدیل شده بود و جوونا، مردمی که میومدن صحبت می‌کردن، زنانی که صحبت می‌کردن، نمادهای آشکار و سخنگویان جنبش سرنگونی بودند. مادران دادخواه، پدران دادخواه، خواهران دادخواه، برادران دادخواه، خانواده‌های دادخواه رو دیدیم که چطور اومدن و در کارزار رأی ما سرنگونی فعالان این کارزار شدند. دیدیم که چطور جامعه یک بار دیگه به یک شکل دیگه خیز برداشت برای اینکه صدای خودش رو رو به جهان بلند کنه، نه به جمهوری اسلامی. رأی ما سرنگونی، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. تا اینکه رسیدیم به امروز. امروز روز انتخابات در سراسر جهان مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی و همچنین هر جا جمهوری اسلامی صندوق اخذ رأی گذاشته، مردم جمع شدند. احزاب و جریانات و سازمان‌های سیاسی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی جمع شدند. ایرانیان آزاده خارج از کشور جمع شدند که فریاد سرنگونی سر بدن. در این برنامه پوششی خواهیم داشت از این تجمعات و تظاهرات پرقدرت و همچنین سری هم به ایران خواهیم رفت. سری هم به شهرهای ایران خواهیم زد. شهرهایی که سوت و کورند، ستادهای انتخاباتی که سوت و کور هستند و تلاشی که جمهوری اسلامی کرد در چند روز گذشته برای اینکه تنور سرد انتخابات رو داغ بکنه با شکست مواجه شد. شما بینندگان تلویزیون کانال جدید از هر شهری که هستید در داخل ایران و همچنین خارج از کشور، اگر گزارشی دارید با همین شماره تلفن که روی اسکرین میبینید 2046 739 68 14 38 در تلگرام و واتساپ گزارشات خودتون رو به صورت تصویری، صوتی و یا نوشتاری برای ما ارسال بکنید. شما بینندگانی که از طریق اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و یوتیوب بیننده این برنامه هستید، با ما همراه بشید. شما هم از این شماره تلفن میتونید استفاده کنید
گزارشات صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو برای ما بفرستید و همچنین شنوندگان در اتاق کلاب هاوس. اگر در داخل ایران هستید، از شهر خودتون بگید، از سوت و کور بودن ستادهای انتخاباتی و گزارشی بدید که امروز مشخصاً در 28 خرداد 1400، 18 ژوئن 2021 مردم چطور نه خودشون رو به جمهوری اسلامی اعلام میکنن. اگر در خارج از کشور هستید، اگر در شهرهایی بودید و یا هستید که تجمع اعتراضی مقابل سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی برگزار شده، شما میتونید از طریق کلاب هاوس گزارش خودتون رو در این برنامه منعکس بکنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، شماره تلفن 2046-739-6814-38، واتساپ و تلگرام، گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاریتون رو برای ما ارسال بکنید. در ضمن اعلام بکنم که طوفان توییتری با هشتگ نو تو آی آر و همچنین نه به جمهوری اسلامی دومین روز اعتراضی خودش رو داره در توییتر برگزار میکنه و همچنان هشتگ نو تو آی آر ترند اول توییتر فارسی هست و تمام تلاش ارتش سایبری جمهوری اسلامی رو کاربران سرنگونی طلب شکست دادن. ما در رتبه اول هستیم با هشتگ نو تو آی آر و شب گذشته هم در آمریکا و گفته میشه که در آلمان هم ترند اول توییتر بوده. میریم که امروز در ترند اول توییتر فارسی بمونیم و همچنین توییتر جهانی رو هم مقام اولش رو کسب بکنیم. نو تو آی آر اولین گزارش رو خواهیم دید از شهر پرهیاهوی فرانکفورت مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی. Come on.
بله، گزارش تصویری رو دیدید از شهر پرهیاهوی فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی. هم کنسولگری جمهوری اسلامی هم سفارتخانه جمهوری اسلامی بارها و بارها گفته شده که مرکز تروریسم اسلامی و لانه جاسوسی حکومت جمهوری اسلامی هست، که هر بار ما خواهان بسته شدن این مرکز هستیم، مرکز تروریسم اسلامی و لانه جاسوسی نظام جمهوری اسلامی. و اعتراض خودمون رو نشون دادیم و خواست خودمون رو اعلام کردیم، بایکوت حکومت جمهوری اسلامی در سراسر جهان، حکومتی که ناقض آشکار حقوق انسانی هست، هیچ جایی در جامعه جهان نداره. مردم ایران این تصمیم رو گرفتند و اعلام کردند که جمهوری اسلامی نابود باید گردد. در داخل ایران، در سراسر جهان هم ما همین فریاد رو میزنیم و رو به جامعه جهانی اعلام میکنیم این لکه ننگ بشریت در سراسر جهان باید نابود بشه. گزارش تصویری دیگه ای داریم از شهر برلین آلمان مقابل سفارت جمهوری اسلامی. امروز مقابل سفارت جمهوری اسلامی اتفاقات جالبی افتاده. احزاب، جریانات سیاسی، فعالان سیاسی شرکت کردند در این تجمع اعتراضی و اعتراض خودشون رو به سفارت جمهوری اسلامی اعلام کردند و ما گزارشی داریم که اعضای سازمان فمن هم در مقابل این سفارتخانه اعتراض عریان کردند. اما در ابتدا بریم گزارشی ببینیم از برلین در آلمان مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی. سلام، من میثم عتیق هستم، عضو و فعال سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری. امروز جمعه 18 مرداد 2021 اینجا جمع شدیم به همراه سایر فعالین سیاسی و ایرانیان آزادی خواه به جمهوری اسلامی و انتخاباتش نقد کنیم. این انتخابات چه در داخل چه در خارج کشور هیچ گونه مشروعیتی نداره. رأی مردم ایران بله، شهر برلین رو دیدیم، آلمان مقابل سفارت جمهوری اسلامی. تظاهرات همچنان ادامه داره تا بعد از ظهر. خیلی از شهرها از صبح شروع کردن تظاهرات و تجمع مقابل سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی رو ترتیب دادن و تا ظهر و بعضن تا بعد از ظهر ادامه داره. یه تعدادی از شهرها ظهر شروع به تجمع کردن در مقابل سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی و تا بعد از ظهر ادامه داره. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، تعدادی از شهرها همچنان تجمع ادامه داره و ما منتظر گزارشات هستیم، گرچه گزارشاتی تا به اینجا دریافت کردیم. اما یکی از کسانی که میخواد گزارش بده از یه لحظه اجازه بدید، دوستان میخوان بیان صحبت بکنن. بله، من حتما نوبت میدم بهتون. از شهر دنهاخ لاهه نگار هست که در کلاب هاوس حضور داره و میخواد از تجمع اعتراضی امروز در هلند برای ما گزارش بده. نگار خسته نباشید، میگم بهت، میشنویم. ممنونم از شما شیرین جان، از برنامه‌تون، از همه کسایی که حضور دارن. ما اینجا توی شهر دنهاغ توی کشور هلند هستیم، روبروی سفارت جمهوری اسلامی. از ساعت 9 صبح اینجا هستیم و برنامه تا 4 بعد از ظهر ادامه داره. خب احزاب و گروه های مختلف همه با هم یک صدا دارن فریاد میزنن که رأی ما سرنگونیه و مرگ بر جمهوری اسلامی رو میگن. خیلی شلوغ، جمعیت خیلی زیاده و ما شاهد این هستیم که
خب افرادی هم هستن که خب میان و رأی میدن و خب با واکنش معترضین روبرو میشن. حضور مردم الان اینجا به عنوان معترض واقعا حضور خیلی زیادی پیدا کردن و همه با هم، جالبه که همه احزاب با هم دیگه دارن یک صدا فریاد سرنگونی رو میزنن. ممنونم از شما. مرسی از تو نگار، ممنون که گزارش دادی. همچنان منتظر گزارشات بیشتری از تو هستیم. اگر در محل همچنان حضور داری و تجمع کنندگان میخوان که در تلویزیون کانال جدید صدای سرنگونی طلبیشون منعکس بشه، حتما این امکان رو داری و میتونی اونجا به کسایی که شرکت دارن پیشنهاد بدی که بیان روی تلویزیون کانال جدید و صحبت کنن و بگن رأی ما سرنگونی. مرسی از تو نگار، همراه ما باش. ممنونم. مرسی. میریم سراغ دوستان در بله، همچنان دوستانی دارن اضافه میشن در کلاب هاست. لطفاً پینگ کنید دوستانتون رو، روابطتون رو، ادلیستتون رو که بیان در کلاب هاست گزارش بدن. بعضی از دوستان نمیتونن به صورت تصویری یا به صورت مستقیم روی خط بیان. اتاق کلاب هاست ما این امکان رو به شما میده که در هر جای دنیا که هستید، در ایران هستید، در شهرهای ایران، در شهرهای خارج از کشور، بیایید توی اتاق کلاب هاست و گزارشتون رو اعلام بکنید. و اگر نظری دارید، میخواید در رابطه با کارزار رأی ما سرنگونی صحبت بکنید، این امکان رو حتما دارید. میخواییم بریم به شهرهای دیگه خارج از کشور مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی. اما قبل از اینکه ویدیوی بعدی، فیلم بعدی و گزارش بعدی رو ببینیم، من میخوام اشاره کنم به آمار هشتگ #NoToIR. 125,885 توییت و ری توییت امروز 28 خرداد 1400 در صدر جدول توییتر فارسی هست، روزی که جمهوری اسلامی انتخابات برگزار میکنه. انتخاباتی سرد، ستادهای انتخاباتی خالی. گفته میشه که حتی جمهوری اسلامی در بعضی از شهرها انتخابات رو از دیشب شروع کرده بود و در اخبار هم منتشر شد که امسال استثناءً یک ساعت زودتر رأی‌گیری آغاز میشه، برای اینکه بتونن تلاش خودشون رو بکنن، حداقلی از مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونن، که تا اینجا گزارشات تصویری، گزارشات صوتی، گزارشاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نشون داده میشه که در این امر هم جمهوری اسلامی شکست خورده. حتی طنزهایی ساخته میشه که دو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه با این مضمون که رأی‌گیری تموم شده و فقط مونده مشارکت مردم و ستادهای انتخاباتی منتظر مشارکت مردم هستن. این فضایی هست که در روز انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی در سال 1400 ما شاهدش هستیم. دوستان دارن به اتاق کلاب هاست اضافه میشن، من مجددا خوش آمد میگم. در نوبت بمانید دوستان، ما به یک شهر دیگه خواهیم رفت. اگر اتاق فرمان گزارش رو آماده کرده باشن، یک گزارش دیگه از یک شهر دیگه خواهیم دید و بعد برمیگردیم مجدداً به دوستان در اتاق کلاب هاست. در هر جای دنیا که هستید، تلویزیون کانال جدید تریبون انقلاب و تریبون سرنگونی طلبی هست. گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاریتون رو از طریق شماره تلفن 2046 739 68 14 38 در تلگرام و واتساپ برای ما ارسال کنید. میریم لندن مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی، ببینیم که در لندن چه اعتراضاتی برگزار شده. میریم و برمیگردیم. امروز 28 خرداد 18 جون، مخالفین جمهوری اسلامی در لندن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی جمع شدند و شعار میدهند که رأی ما سرنگونی است. رأی ما سرنگونی است. شعار این مردم مخالفین جمهوری اسلامی در لندن هست: مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی و برابری. من جلیل جلیلی هستم، از لندن گزارش میدهم. امروز 28 خرداد 18 جون، مخالفین برمیگردیم به استدیوی پخش مستقیم. گزارش از لندن رو ملاحظه کردید، همچنان گزارشاتی داریم از شهرهایی که پخش شد تا به الان: فرانکفورت، برلین و لندن، دو شهر از آلمان
و یک شهر از انگلستان. گزارشات رو ملاحظه کردید، باز هم گزارشاتی در این زمینه داریم، اما من مجددا میخوام به کلاب هاوس مراجعه بکنم ببینم هدا چه گزارشی از شهرهای جنوب ایران داره در رابطه با ستادهای انتخاباتی و عدم مشارکت مردم. هدا میشنویم. سلام شیرین جان، با رأی ما سرنگونی شروع میکنم و قطعا رو به سرنگونی میره با این گزارشاتی که ما از ایران و خوزستان داریم. ببین، در شهر آبادان تقریبا حدود 9 تا حوزه رو شهروند خبرنگارای ما رفتن که نهایتا سر جمع میشه گفت که شاید 10 تا 12 نفر حضور داشتن. دوستانی که در صدا و سیمای آبادان بودن گفتن که صدا سیما اونها رو در واقع مجبور کرده که یک تعداد از کارمندها و یا افرادی رو که میشناختن همه رو دعوت کنن به یک حوزه و طوری تصویر برداری کنن که حالت شلوغ رو بتونن به تصویر بکشن. یعنی کل تصویری که از آبادان گرفته شده از یک حوزه منطقه ذوالفقاری آبادان هستش و غیر از این هیچ حوزه‌ای شلوغ نیست. در شهر شادگان کاملا همه جا سوت کور، دارا به فارس هم به این شکل. در تهران سمت پایین شهر، در واقع سمت یافت‌آباد، هانی‌آباد، باز گزارشات و فیلم هایی که به دستمون رسید باز به این شکله و کاملا مردم در واقع همون صحبت در خانه میمانیم رو انجام دادن. و جالبتر از همه این که برای من خیلی جالب بود، پاسخ افرادی بودن که بسیار مذهبی بودن، مذهبیون رو در واقع پاسخشون خیلی جالب بود، جوابی که به شخص خود آقای خامنه ای دیشب دادن که همون جور که شما برای مثلا اون زمان مذهبی خودمون برای اربعین و حسین گفتید که در خونه بمانید و اینکه خود آقا حاجتتون رو میده، ما هم در خونه میمونیم و شما رو بذار یکی دیگه حاجتت رو بده. خیلی جالب این درگیری مذهبیون با شخص اول نظام جمهوری اسلامی بود برای من که جالب بود به شما بگم. مرسی از تو هدا و گزارشی که دادی، همچنان با ما باش. مرسی از تو هدا و گزارشی که دادی همچنان با ما باش و در طول برنامه اگر گزارشات تکمیلی که داری به سمع و نظر بینندگان این برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید برسون. و همچنین شما دوستانی که در اتاق کلاب هاوس هستید، اگر از ایران در این اتاق هستید میتونید گزارشی از شهرهاتون بدید، اگر در خارج از کشور هستید میتونید از روابطتون گزارش بگیرید و یا در شهری که تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری و سفارتخانه برگزار شده در این برنامه گزارش بدید. یک گزارش دیگر داریم، لطفا اتاق فرمان به من اطلاع بده که بله اطلاع دادن شهر هامبورگ آلمان هست. بینندگان این برنامه گزارش فرستادن، میبینیم هامبورگ آلمان و بعد برمیگردیم. این گزارش رو میگیرم برای دوستان انقلاب زنان. امروز 28 خرداد 1400 روز انتصابات نمایشی جمهوری اسلامی، ما جلوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ تجمع کردیم برای نگفتن به جمهوری اسلامی و آری به سرنگونی جمهوری اسلامی. رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی. بله، دیدیم گزارش رو از هامبورگ آلمان مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی. مخاطبین این برنامه گزارششون رو ارسال کرده بودن. ضمن خسته نباشید به همه، جا داره که تشکر بکنم که اینقدر همکاری خوبی تا الان انجام شده. از صبح گزارشات بسیار زیادی از شهرهای مختلف برای این برنامه پخش مستقیم فرستاده شده. شما هم گزارشتون رو بفرستید بینندگان تلویزیون کانال جدید.
اگر امکانش رو دارید در کلاب هاوس شرکت بکنید و به صورت صوتی گزارش بدید. اگر امکانش رو ندارید میتونید از طریق تلگرام یا واتساپ شماره تلفن 2046-739-6814-38 که روی اسکرین میبینید در تلگرام و واتساپ با ما در ارتباط باشید و گزارشاتتون رو به صورت تصویری، صوتی و یا نوشتاری برای ما بفرستید. اگر الان تصمیم دارید که گزارشی تهیه بکنید حتما این کار رو بکنید و سعی کنید موبایلتون رو به صورت افقی بگیرید و گزارش رو برای ما ارسال بکنید. اگر به صورت صوتی میخواهید گزارش بدید حتما میتونید در تلگرام و واتساپ این کار رو بکنید. ما منتظر شما هستیم. تعداد گزارش به دستمون رسیده که امیدواریم بتونیم در این برنامه گزارشات شما رو منعکس بکنیم. من یک سری دیگه به طوفان توییتری میزنم و یه آماری اعلام خواهم کرد در رابطه با طوفان توییتری و هشتگ نو تو آی آر. همچنان در صدر 10 توییت اول توییتر فارسی هست نه به جمهوری اسلامی، نو تو آی آر به زبان انگلیسی، برای اینکه جامعه جهانی بدونه که مردم ایران چه در واقع نظری دارن و چه خواسته ای دارن. تلاش جمهوری اسلامی هم برای اینکه 10 توییت اول توییتر فارسی رو اشغال بکنه قابل تأمل هست. الان از توییت هایی که وجود داره، از توییت 10 توییت 10 هشتگ اول 4 هشتگ 5 هشتگ مربوط میشه به جنبش سرنگونی طلبی و کارزار رأی ما سرنگونی و 5 هشتگ دیگه هم هست که جمهوری اسلامی با سازوکار و با بودجه های کلان و با ارتش سایبری به خودش اختصاص داده. نشون میده که مردم با دست های خالی اما با نیروی اتحاد، با نیروی سرنگونی طلبی، با نیروی انقلابی که بتونه جمهوری اسلامی رو به زور بکشه در مقابل جمهوری اسلامی عرض اندام کرده و اجازه نداده که جمهوری اسلامی شبکه اجتماعی به اسم توییتر یک بخش دیگری از میدان مبارزه رو به خودش اختصاص بده و اون رو اشغال بکنه. میریم که تسخیر بکنیم شبکه‌های اجتماعی رو، میریم که تسخیر بکنیم توییتر رو و همچنان ترند اول توییتر فارسی بمونیم، نو تو آی آر، و همچنین ترند اول توییتر جهان بشیم. گزارش دیگر احتمالاً آماده خواهد شد تا چند لحظه دیگه، همچنان همراه ما بمونید. شهر دیگه‌ای رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در کلاب هاست هم میخواییم بشنویم از عتی. عتی میشنویم از تو در رابطه با احتمالاً آمستردام میخوایی در رابطه با هلند لاهه دنهاخ میخوایی گزارش بدی. میشنویم. بله، فکر کنم. سلام، مرسی شیرین جان که به من نوبت دادین. صدای من رو داری؟ بله بله، صدای تو الان هست. ببخشید چون من تازه دارم برمیگردم از تجمعمون. خب امروز ما جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی در شهر لاهه هلند بودیم. احزاب مختلف و گروه‌های زیادی اومده بودن و من هم از طرف کمیته خارج حزب کمونیست کارگری اونجا بودم. خب خیلی، من فقط میخوام بگم که تعداد خیلی کمی نسبت به پارسال برای رأی دادن اومده بودن که خب با شعارهایی و با حرف‌های اعتراض‌های مردمی مواجه شدن همونها هم، و تجمع خیلی، من خودم فکر نمی کردم که تجمع اینجور باشه و اینقدر از گروه های مختلف شرکت کرده باشن، ولی خوشبختانه همین طور بود و گروه های مختلفی شرکت کرده بودن و تا بعد از ظهر هم همچنان گروه های مختلفی ساعت های مختلفی رو مجوز گرفته بودن، اجازه گرفته بودن و جلوی سفارت جمهوری اسلامی تجمع داشتن و تریبون داشتن و شعار میدادن و اعتراض خودشون رو اعلام میکردن. خیلی خوب بود و واقعا تجمع بسیار عالی و امیدوارکننده بود. ضمن اینکه بازم تکرار میکنم تعداد افرادی که برای رأی دادن به سفارت اومده بودن خیلی کمتر از پارسال بود. ممنونم شیرین جان از اینکه به من فرصت دادید. مرسی از تو عتی بابت گزارشی که دادی. بله همیشه همین طور هست، اون نیروی سرنگونی طلبی و
ایرانیان آزاده، احزاب و سازمان‌ها و جریانات سیاسی در واقع هژمونی پیدا میکنن مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی. اون تعداد اقلیتی هم که میان رأی میدن، اون برنامه ها و سازماندهی هست که جمهوری اسلامی میکنه و تلاش میکنه بگه ما مشروعیت داریم و حتی در خارج از کشور هم میان به ما رأی میدن. ولی این پروپاگاندا، این سیاست همیشه در خارج از کشور توسط اون جنبش عظیم سرنگونی که نمادهای آشکارش رو میشه همین امروز دید شکست خورده و جمهوری اسلامی هیچ وقت نتونسته که اون سیاست خودش رو در فضای بین المللی پیش ببره، چرا که جنبش سرنگونی دو جبهه متحد داره، جبهه داخل ایران و جبهه خارج از کشور. میریم گزارش دیگری ببینیم از وین اتریش مقابل سفارت جمهوری اسلام. امروز جمعه 18 ژوئن برابر با 28 خرداد 1400 در وین اتریش جلوی سفارت جنایتکار جمهوری اسلامی جمع شدیم تا از حکه انتخابات اعتراض کنیم. ما این انتخابات را محکوم میکنیم. رأی ما سرنگونی. زنده باد انقلاب زنانه. سرنگونی امروز در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی اعلام شده. رأی ما سرنگونی. سالهای ساله که این رأی داره در واقع مقابل مراکز جمهوری اسلامی اعلام میشه. امروز هم روز دیگری هست که ما شاهد اعلام شدن این رأی هستیم. اما یک گزارش دیگری آماده داریم از یکی دیگه از شهرهای خارج از کشور، ولی من میخوام به اتاق کلاب هاوس یه مراجعه بکنم. فکر میکنم که میثم الان همراه ما هست. گزارشش رو دیدیم، گزارش تصویریش رو، اما میخوایم صداش رو هم بشنویم، گزارشش رو از کلاب هاوس هم بشنویم. میثم میشنویم تو رو. من سلام میگم به همه کسانی که این برنامه رو میبینن و میشنون. خب امیدوارم صدام خوب بیاد. من یه خورده از بلندگو فاصله گرفتم که بتونم صحبت کنم با شما. خب ما از ساعت تقریبا 8 صبح جلوی سفارت جمهوری اسلامی تو برلین جمع شده بودیم. نیروهای مختلف اپوزیسیون سرنگونی طلب به اضافه مردم، یعنی ایرانیان آزادیخواهی که اینجا حضور داشتن، همه جمع شده بودن حول سرنگونی جمهوری اسلامی و محکومیت این انتخابات، این مضحکه انتخاباتی که اینا برگزار کردن. از اول صبح ما شاهد شعارهای کوبنده بودیم، سخنرانی‌های کوبنده‌ای که انجام شد علیه جمهوری اسلامی و هو کردن و فریادهای بیشرف بیشرف به اون کسایی که به قول مادران دادخواه با رأی دادنشون دارن انگشت میزنن توی خون کشته شدگان آبان ماه و دی ماه و تمام سالیان گذشته. الان هم اگر بشنوین صدای بقیه دوستان میاد که شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد رو میدن. اما من دو نکته مشخص رو هم میخوام بگم و بعد یکی دیگه از دوستانمون هم هست پیام جالبی داره، اون هم صحبت میکنیم. امروز در جریان این تجمع شعله پاکروان، مادر زنده یاد ریحانه جباری رو همراه خودمون داشتیم. ایشون سخنرانی کوبنده ای انجام داد، صحبت کرد و رو به سفارت جمهوری اسلامی فراخوان و همبستگی نیروهای سرنگونی طلب علیه جمهوری اسلامی داد. و نکته مهمتر، میدونیم که جمهوری اسلامی یکی از زنستیز در این حکومتهایی هست که توی قرن معاصر بشریت شاهدش بوده. در متن همین سه تا زن جوان که دو تا از اونها ایرانی بودن خیلی زیبا اعتراض عریان کردن و هرچند که این اعتراض عریانشون که پیام‌هایی رو نوشته بودن روی بدنشون در اعتراض به زنستیزی جمهوری اسلامی خیلی زود توسط پلیس آلمان دستگیر شدن، اما پیام خودشون رو رسوندن. و نکته جالب توجه بود وقتی که بازداشتشون کردن، ویدیوهاش هم ارسال شد، امیدوارم بتونید پخش کنید، تمامی معترضینی که جلوی سفارت بودن خواست آزادی اینا رو مطرح می‌کردن و به عنوان یک اعتراض به حق از اعتراض عریان اون سه نفر که میگم اون سه زن جوان دو تاشون حداقل ایرانی بودن که با گوشت و پوست حس کردن که زن ستیزی جمهوری اسلامی یعنی چه، اعتراض کردن. من اینجا تریبون رو میدم به دوستمون ایرج هست، اونم میخواد صحبت کنه، پیام جالبی هم داره. بله میثم، قبل از اینکه به هر حال دوستمون صحبت بکنه، یه
خبری از همون محل به دست ما رسیده بود که این افرادی که اعتراض اوریان کردن مربوط به سازمان فمن بودن، ولی الان تو در رابطه با سازمان فمن اشاره‌ای نکردی. میخواستم اینجا برای دقیق شدن بگی که از سازمان فمن بودن یا نه. بله بله، در گزارش اولیه ما همه فکر کردیم که از سازمان فمن هستن، چون همه رو دستگیر کرده بودن. بعد یکی از سازمان دهندگانشون اومد، یک پسر جوان بود که با اونا کار میکرد، اون توضیح داد بهمون. هرچند با فمن مستقیما کار نمیکنن، ولی سبک کار و شیوه اعتراضی که انجام دادن دقیقا به همون صورت بود و حتی شعارها و آرایشهای نوشتههایی که روی بدنشون هم نه به مذهب، بدن من و حق خودم هست و چیزای شبیه به این رو به همون صورت اعلام کردن. بسیار خوب، میشنویم از دوستمون ایرج. مرسی. درود و ادب و احترام خدمت همه میهن پرستان و سربازان ایران عزیز و کهن. من ایرج، یک فعال سیاسی، امروز روبروی کنسولگری ایران که به دست جاش اسلامی اشغال شده هستیم که اعتراض خودمون رو به سراسر دنیا برسونیم، و یه پیغام داشتم برای تمام هممیهنان. ما اینجا خارج از ایران و توی تمام کشورهای اروپایی و آمریکا و سراسر دنیا فریاد دادخواهی شما هستیم و شما هم فریاد ما باشید. خیابونها رو خلوت نگه دارید و بذارید که اینا رسوا بشن تو دنیا. امروز من الان یه پیغام بسیار جالب داشتم از زندانیان سیاسی داخل زندان. امروز برا من وایس فرستادن، امروز برا من عکس فرستادن در سفارت و از ما تشکر کردن و گفتن که صدای ما باشید. ما صدای زندانیان سیاسی، ما صدای زنان مظلوم مملکتمون. ما نسل پاسارگادی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نداریم. ما نسل پاسارگادی هستیم و زن و مرد دوش به دوش هم ایرانمون رو پس خواهیم گرفت. مرسی از شما. ایران و ایرانی. مرسی از شما، خسته نباشید میگم بهتون. ممنون. میریم سراغ گزارشات تصویری. اگر میسم نکته‌ای تکمیلی نداری، من اینجا برم به سمت اتاق فرمان. همچنان همراه ما باش برای خبرهای تکمیلی و گزارشات تکمیلی. البته دوستمون گفت در برلین مقابل کنسولگری، من تصحیح میکنم برلین سفارت جمهوری اسلامی هست و گزارش رو از مقابل سفارت جمهوری اسلامی شنیدید. گزارش دیگری داریم، منتظر هستیم که اتاق فرمان اطلاع بده که کدوم شهر شهر بعدی هست که ما به هر حال گزارش تصویریش رو پخش خواهیم کرد. من تا اتاق فرمان ادامه میدم اشاره بکنم به طوفان توییتری تا اتاق فرمان اطلاع بدن به من. نو تو آی آر 131415 توییت و ری توییت در توییتر فارسی. میریم سراغ شهر لوند در کشور سوئد، جایی که نه کنسولگری هست نه سفارتخانه جمهوری اسلامی هست، اما جمهوری اسلامی صندوق اخذ رأی گذاشته و در مقابل مرکزی که صندوق اخذ رأی گذاشته شده تجمع اعتراضی برپا شده. میبینیم این گزارش رو. من حسن صالحی برای تلویزیون کانال جدید میگیرم. ما اینجا در لوند در جنوب سوئد جمع شدیم. جمهوری اسلامی صندوقهای رأی خودش رو در این هتل آورده، هتل ایدون هستش، و اینها 24 ساعت قبل محل برگزاری این انتخابات قضاییشون رو در اینجا اعلام کردن به خاطر اینکه هراسناک بودن از تجمع نیروهای اپوزیسیون. با اینکه ما فرصت زیادی نداشتیم، نیروهامون رو اینجا جمع کردیم و فرصت نداشتیم اجازه پلیس بگیریم، و الان نیروهای ماشین پلیس آوردن که به هر حال با ما مقابله بکنن، ولی ما محکم اینجا ایستادیم و هممون شعار میدیم رأی ما چیه؟ رأی ما چیه؟ سرنگونی. مرسی. رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی. رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. بس دیگه سکوت. باید جمهوری اسلامی از مملکت ما سقط چه بره. رأی من نه به جمهوری اسلامی. رأی من نه به جمهوری اسلامی. رای بی رای انگشت در خون، مرگ بر جمهوری اسلامی. سرنگون باشد
سرنگون با جمهوری اسلامی کشتارگر. رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی. اسلامیشکا ترور رژیم ایران. نهبت اسلامیشکا ترور رژیم ایران. نهبت اسلامیشکا ترور رژیم ایران. نهبت اسلامیشکا ترور رژیم ایران. جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی بایکوت باید گردد. 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 جمهوری اسلامی نابود باید گردد. اسلامیش که ترور رژیم ایران. نهبت اسلامیش که ترور رژیم ایران. بله، دیدید گزارش تصویری از تجمع اعتراضی در شهر لوند در کشور سوئد مقابل مرکزی که جمهوری اسلامی صندوق اخذ رأی گذاشته. گزارش رو دیدید، یک روز قبل از انتخابات اعلام شده که کجا صندوق رأی گذاشته میشه از ترس اینکه تجمع برگزار نشه، اما خوشبختانه دیدید که تجمع برگزار شد و گزارشش رو هم دیدید و شنیدید. برنامه رو ادامه میدیم. ویژه تجمعات اعتراضی در سراسر جهان در رابطه با اعتراض به انتخابات 1400، اعتراض به جمهوری اسلامی. این برنامه برنامه شماست. در هر کجای جهان که هستید اگر اعتراضی برگزار شده، تجمعاتی برگزار شده، از طریق شماره تلفن که روی اسکرین میبینید 2046 739 6814 38 گزارشات تصویریتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر ارسال کردید و میخواید صحبت بکنید به کلاب هاوس ما بیایید و گزارشتون رو به صورت صوتی هم اعلام بکنید. اگر در ایران هستید و میخواید از شهرهای خودتون از سوت و کور بودن ستادهای انتخاباتی گزارشی بدید، میتونید بیاید توی کلاب هاوس وارد کلاب ما بشید و نوبت بگیرید و گزارش بدید. اگر در خارج از کشور هستید و روابطی دارید در ایران که میتونن به شما گزارش برسونن به دست شما، شما هم میتونید گزارش رو به دست ما برسونید. شماره تلفن 2046 739 6814 38. بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، ممنون که با ما هستید. واتساپ و تلگرام این امکان رو به شما میده که گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاریتون رو برای ما ارسال بکنید در هر کجای دنیا که هستید. برنامه پخش مستقیم هست در دو شبکه، در شبکه ماهواره کانال جدید، در دو ستلایت یوتلسات و یاهسات میتونید این برنامه رو ببینید. در تلگرام هم که شما میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید. برنامه پخش زنده هست به صورت اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و فیسبوک هم پخش میشه به صورت زنده و همچنین در اتاق کلاب هاست به صورت صوتی. من دوستانی رو میبینم که اضافه شدند به جمع در واقع گزارشگران. آرام رو من میبینم احتمالاً از شهر کاسل در آلمان میخواد برای ما گزارش بده. آرام، میشنویم. سلام عرض میکنم به شما و همه بینندگان عزیزتون. آرام انرژی هستم. امروز در شهر فرانکفورت مقابل کنسولگری رژیم ننگین جمهوری اسلامی حاضر شدیم و رأی ما سرنگونی و مقابل تمام کسانی که اینجا حضور داشتن اعلام کردیم. خیلی ممنونم از شما برای وقتی که به هم دادید. میخوام بخشی از گزارشات و خدمت شما ارائه بکنم و با چند نفر اینجا مصاحبه‌ای دارم کوتاه، اگه وقت داشته باشید گوش بکنیم به مصاحبات. بله بفرمایید. ممنونم از شما. شما برای چی در این مراسم شرکت کردید و رأی خودتون رو برای چی اینجا اعلام کردید؟ با سلام خدمت همه شما دوستان و عزیزان، من اومدم اینجا که رأیمو، یعنی رأی من سرنگونی جمهوری اسلامیه. رأی من سرنگونی رژیم اعدام، رژیم خشونت، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رژیم آخوندی. ممنونم از شما. بیننده عزیز دیگه ای داریم اینجا، خوشحال میشم که نظر شما رو هم بدونم. شما برای چی اینجا شرکت کردید و رأی شما در مقابل کنسولگری ایران چی بوده؟ من لیلی هستم. امروز 18 ژوئن اینجا
فرانکفورت ما روبروی کنسولگری جمهوری اسلامی جمع شدیم تا حمایت خودمون رو از مادران دادخواه اعلام بکنیم و نه بزرگ خودمون رو به انتصابات مضحکه جمهوری اسلامی نشون بدیم. رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. ممنونم از شما. بله، با یکی دیگه از عزیزان در اینجا میخوام مصاحبه کوتاهی داشته باشم و نظر ایشون رو در مورد این روز بدونم. سلام، نوروزی هستم. امروز اینجا جمع شدیم روبروی، امروز 18 یولی جمع شدیم روبروی سفارت جمهوری اسلامی در فرانکفورت و ما همه اینجا جمع شدیم تا این انتخابات مضحکه رو توی ایران تحریم کنیم و صدای مادران دادخواهی باشیم که فرزندانشون در اعتراضات آبان ماه و دی ماه کشته شدن در خیابون، صدای کسایی باشیم که عزیزانشون رو در شلیک هواپیمای اوکراینی از دست دادن و صدای هزاران 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 نفر دیگه که در راه آزادی میهن خودشون کشته شدن باشیم. ما باید همه با همین انتخابات رو تحریم کنیم، این انتصابات رو تحریم کنیم و ما همه با هم هستیم و جمهوری اسلامی آخر راهشه، نه به جمهوری اسلامی. ممنونم از شما. شیرین جان تشکر میکنم از وقتی که به من دادید و برنامه خوبتون. مرسی. ما حتما خدمتتون میرسیم. بله حتما حتما آرام با ما باش. ممنون از تو و خسته نباشید به تو و همه دوستانی که در محل هستن. البته من فکر کردم که تو در کاسل هستی، الان تصحیح میکنم که تو در فرانکفورت هستی مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی. مرسی، همراه ما باش. گزارشات دیگری را از تو خواهیم شنید و دیگر شرکت کنندگان در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان. چند شهر رو مورد بررسی قرار دادیم: فرانکفورت آلمان، برلین آلمان، هامبورگ در آلمان و همچنین وین در اتریش و گزارش تصویری دیدیم از لوند در سوئد و همچنین گزارشات صوتی از دنهاخ لاهه در کشور هلند. گزارش بعدیمون باز هم از وین اتریش هست که آماده هست، با هم میبینیم و میشنویم. بله ظاهرا هنوز آماده نیست، منتظر میمونیم. بله الان آماده هست، میبینیم و میشنویم. صدای مادران دادخواه، اعدامیان، زندانیان سیاسی، صدای پرواز هواپیمای اوکراینی، صدای کارگران، صدای کشاورزان بی آب، صدای دیمان، صدای آبان 98، صدای زنان بی حجاب، صدای زنان علیه حجاب اجباری، زنان تنگ فروش، جنین رها شده در کنار خیابان، زنان چه سوخته در اسید، صدای معلمان، بازنشستگان، پرستاران، صدای کولمران، صدای شمال و جنوب، صدای شرق و غرب ایران است، صدای مردم گروگان گرفته شده در برابر واکسن کرونا است. 42 سال جنایت، جمهوری اسلامی گورش باید گم بکنه. رأی ما سرنگونیست، رأی ما مخالفت و یا اتحاد به مقامات سیاسی
شکنجه اعدام است و حتی اگر کاندیداهایی که سابقه طولانی از پشت جدی به حکومت دارند نیز رد صلاحیت می شود. یک سیت مسخره است در ایران. انتخاباتی در کار نیست. قرار است ادبیان هفت مرتجع و آدم خوش هفت مفقود سد زن عزد احسان یکی را که از همه جنایت کرد کار است و پرونده سیاه تری دارد به مسند رئیس جمهوری اسلامی بکشاند. مردم انتخابات چرا کرده هم در ده 96 آبان و ده 98 رأیشان را دادن. مادران دادخواه، مادران آبان، خانواده های 176 مسافر پرواز اوکراین با صدای رسا اعلام کرده هم که رأی ما سرزمینی جمهوری اسلامی است. ما نیز در امروز هم در کنار مردم جنبش ها جمع شدیم در مقابل سفارت جمهوری جنایتکار در بیان و رأی ما سرزمینی جمهوری اسلامی را اعلام می کنیم. نه به نظام آزاد جنسی در ایران، نه حکومت مذهبی در ایران، نه به اعدام و احتمال ضد باد آزادی. کمیته خارج کشور، حزب کمونیست کارگری ایران، زنده باد زندگی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری. با درود، من پریسا عضو انقلاب زنانه از همین تریبون اعلام میکنم که رأی ما رأی سرنگونیه. ما ایرانیانی مقیم وین اینجا اومدیم اعتراض خودمون رو نشون بدیم و بگیم که این رژیم نه تنها مشروعیت نداره بلکه باید سرنگون بشه. رأی ما رأی سرنگونیه. گزارش رو دیدیم از وین اتریش. گزارش از وین اتریش رو ملاحظه کردید. چندمین گزارشی بود که از وین اتریش منتشر شده، برای ما ارسال شده. دوستانی که اونجا حضور داشتن در کلاب هاوس هم خواهند بود که یه گزارشی بدن، اما گزارشات تصویری رو دیدیم و شنیدیم. تا گزارش بعدی و شهر بعدی آماده بشه، من در واقع یک سر دیگه به توییتر بزنم. 131415 توییت و ری توییت نو تو آی آر، نه به جمهوری اسلامی، همچنان در رتبه اول توییتر فارسی و تلاش و امید برای اینکه به رتبه اول توییتر جهان تبدیل بشه. دوستانی که در کلاب هاوس هستند هم همینطور، شما عزیزان هم میتونید گزارش خودتون رو از شهری که تجمع اعتراضی برگزار شده برای ما ارسال بکنید از طریق تلگرام و واتساپ، شماره تلفن 2046 739 68 14 38. خودتون هم میتونید در کلاب هاوس صحبت بکنید و گزارش بدید. اگر در محل هستید میتونید از شرکت کنندگان مصاحبه بگیرید و در این برنامه در کلاب هاوس پخش بشه که بینندگان این برنامه هم بشنوند. بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، شما هم از همین شماره تلفن 2046 739 68 14 38 میتونید در تلگرام و واتساپ گزارشتون رو برای ما ارسال بکنید. گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاری. با ما باشید. در ادامه خواهیم پرداخت به دیگر شهرهای خارج از کشور مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی و تجمعات اعتراضی که برگزار شده. منتظر میمونیم تا گزارش دیگه‌ای که به دستمون رسیده آماده بشه برای انتشار.
من یکی از دوستان رو دیدم که از شهر فرانکفورت همراه ما شد در کلاب هاوس، ولی ظاهرا مشکل فنی براش پیش اومده. مهدی بود که مجددا امیدواریم که همراه ما باشه و گزارش مهدی رو هم بشنویم از شهر فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی. خب گزارش منتظر میمونیم که آماده بشه گزارش بعدی. اما من اشاره بکنم هشتگ های نو تو آی آر، نه به جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای من سرنگونی، هشتگ هایی هست که در واقع ده مقام در بین یک تا ده رتبه اول، پنجم و هشتم و نهم رو به خودش اختصاص داده. شرکت کنید در این طوفان توییتری. روز دوم هست که کاربران در شبکه‌های اجتماعی در بستر کارزار رأی ما سرنگونی، در حمایت از مادران دادخواه، در حمایت از زنان و مبارزات بیوقفه زنان، در حمایت از کارگران، بازنشستگان، پرستاران، کادر درمان، در حمایت از دانشجویان، دانش آموزان، در حمایت از همجنسگران، دو جنسگران، ترانسکشوال ها، در حمایت از آتئیست ها، در حمایت از همه جوانایی که در اعتراضات سراسری رفتند و اعتراض کردند، در اعتراض به کشتار آبان 98، در اعتراض به شلیک مستقیم و عمدی موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی، در اعتراض به اعدام‌های 42 سال گذشته کاربران دارن می‌نویسن با هشتگ #NoToIR. گزارش بعدیمون مربوط به شهر استکهلم سوئد هست، مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در شهر استکهلم سوئد. می‌بینیم و می‌شنویم. کرم علی هستم، اعضا و فعالین سازمان جوانان کمونیست. امروز 18 جوان 2021 برابر با 28 خرداد 1400 در مقابل سفارت استکهلم، اعضا و نهادهای مختلف و انسان‌های آزادیخواه و برابری طلب جمع شدن و اعتراض خودشون رو علیه این مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی، علیه جمهوری اسلامی اعلام می‌کنن. اینجا فضا بسیار امنیتی، علارغم اینکه راه‌های ارتباطی به مقابل سفارت جمهوری اسلامی رو گرفتن، اما می‌بینیم جمعیت خیلی زیادی خودشونو به هر شکل ممکن هست رسوندن و بسیار افراد در حال سخنرانی در این تجمع اعتراضی هستن. ما اینجا شرکت کردیم که بگیم این انتخابات چه در ایران و چه در خارج از ایران هیچ اعتباری نداره. مرد بر این رژیم ستزان، مرد بر این رژیم ستزان. گزارش از شهر استکهلم سوئد رو ملاحظه کردید مقابل سفارت جمهوری اسلامی. گزارشات دیگری در راه هست. من دوستان رو میبینم که دارن توی اتاق کلاب هاوس اضافه میشن و ما دعوت میکنیم که روی استیج بیایید و گزارش بدید از شهرتون. من منتظر دوستانی که در بخش اودینس هستند و میدونم که تجمع اعتراضی برگزار کردن هستم که بیان و گزارش خودشون رو اعلام بکنن. شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید، در کدوم شهر زندگی میکنید؟ در ایران هستید؟ کدوم استان میخواید گزارش بدید؟ شماره تلفن 2046-739-6814-38 رو روی اسکرین میبینید. در تلگرام و واتساپ گزارشاتتون رو برای ما ارسال بکنید. اگر گزارشاتتون رو ارسال نکردید و قصد دارید تازه گزارش بگیرید و ارسال بکنید، حتما این رو در نظر داشته باشید که موبایلتون رو افقی بگیرید. ما تعداد گزارش از شهرهای ایران داریم که امیدواریم در این برنامه بتونیم پخششون بکنیم، با توجه به اینکه این برنامه وقتش وقت معین و محدودی هست و تعداد بسیار زیادی گزارش از مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها داریم. اگر در این برنامه فرصت نکردیم، در برنامه بعدی حتما منتشر خواهیم کرد. یک گزارش از داخل ایران داریم، از شهر تهران. شهروند خبرنگاران گزارش گرفتن از ستادهای انتخاباتی و در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه. این گزارش تصویری رو میبینیم از شهر تهران و بعد برمیگردیم میریم شهرهای خارج از کشور مقابل کنسولگری ها و سفارتخانه های جمهوری اسلام. تهران، منطقه 1، خیابان اندرزپور، مسجد مفتخر،
کلن 7-8 نفر بیشتر داکتر نیست، 10% که گفته بودن رای میدن. بله، برمیگردیم به استودیوی پخش مستقیم و منتظر میمونیم برای گزارشات بعدی. شهر بعدی که خواهیم دید از شهرهای اروپایی هست، کشورهای اروپایی، یا در شهرهای کانادا که اونطور که در روزهای گذشته اعلام شد در ونکوور کانادا و همچنین در تورنتو تجمعات اعتراضی برگزار شده بود، گرچه در این شهرها صندوق اخذ رأی نذاشته بودن، یعنی نذاشته بود که دولت کانادا جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، اما ایرانیان آزادی خواه، ایرانیان آزاده، احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در مرکز این دو شهر کانادا و تورنتو جمع شدند و اعلام همبستگی کردند با مردم ایران و در کارزار رأی ما سرنگونی، در واقع رأی خودشون رو که سرنگونی هست، اعلام کردن. اگر موافق باشید یک گزارش خواهیم دید. گزارشی که خواهیم دید، اتاق فرمان لطفاً به من اطلاع بده تورنتو هست یا کانادا که من اینجا اعلام بکنم. تورنتو کانادا یا ونکوور کانادا؟ ونکوور کانادا هست. بله، ونکوور کانادا رو می‌بینیم و برمیگردیم. پشتیبانی از مردم ایران و در محروم کردن این که رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه انتخابی وجود نداره. انتصابات رأی ما همراه مردم ایران، سرنگونی این رژیم و نه به حکومت اسلامی، نه به جنایتکار، نه به رژیم دوستا، نه به رژیم قاچاقچیان گزارش رو دیدیم از شهر ونکوور کانادا، تجمع در اعتراض به انتخابات جمهوری اسلامی در حمایت از مردم ایران و مبارزه مردم ایران. منتظر گزارش بعدی میمونیم. شماره تلفنی 2046-739-6814-38 در تلگرام و واتساپ منتظر شما عزیزان هستیم. شما بینندگان تلویزیون کانال جدید در هر کجای دنیا که هستید. یک استراحت کوتاهی خواهیم کرد و بعد میریم سراغ بقیه گزارشات. در بین این استراحت کوتاهی که میکنیم، طوفان توییتری رو فراموش نکنید. روز دوم هست، هشتگ نو تو آی آر همراه بشید با این طوفان توییتری و اعتراض خودتون رو در توییتر اعلام بکنید. اتاق فرمان اطلاع بدن. بله، به من اطلاع دادن که یک استراحت کوتاهی میکنیم و برمیگردیم با بقیه گزارشات با شما عزیزان خواهیم. اینجا فرودگاه مهرآباد هست. امروز 12 بهمن ماه، روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن. گذشت با عشق و خون، 40 سال دروغ بود و دروغ از اولین امام سر، 40 سال گذشت سر توی یوغ، چند سال به چند سال خرج شدی با دشمن فرضی تو جنگ، تو صفهای طولانی این وعده های رنگ به رنگ، جیب شما گشاد شد و بازی رنگ و رأی و خون، یه روز خس و خاشاکیم و یه روز اشکار شد.
گلوله میخوریم، یه روز با موشک مرده ایم، یه روز تو انتقام سخت ایران و خاک سپرده ایم، یه روز جانی یه شهر رو با یه قهرمان بغ میکنیم، دردهای بدبختیمونو تو مشت ها زق زق میکنیم. رای به رفتن توه، رای به اعتراض ماست، رای به خون ریخته فرزندهای ناز ماست، رای به رفتن توه، رای به سفره های ماست، رای به رای ندادنه، رای به دوغ مادران. باختن به باختن گره خود، اون روز موت پس کجاست؟ دستت به جیب و خون ماست، دستی که زیر اون عباست. امید من، امید ما، به دست به دست یکی شدن، به رأی ندادن و آزاد کردن وطن. دهونیم شهر چه کار میکنی بعد؟ شیشه پاک میکنی؟ مردم به خوب پول میدن؟ دوست داری؟ آرزو چیه؟ دوست داری از این کار دیگه در بیای؟ خلبان بشی؟ برای چی حالا خلبان؟ امید من، امید ما، به دست به دست یکی شدن، به مش به مش، گروه گروه، آزاد کردن وطن. رای به اعتراض ماست، رای به خون ریخته فرزندهای ناز ماست، رای به رفتن توه، رای به سفره های ماست، رای به رای ندادنه، رای به دوغ مادران. همراه هستید با برنامه پخش مستقیم در تلویزیون کانال جدید. شماره تلفن 2046-739-6814-38 این امکان رو به شما میده که گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاریتون رو برای ما در تلگرام و واتساپ بفرستید. اگر خودتون میخواید بیاید گزارشی بدید، میتونید وارد کلاب ما در کلاب هاوس بشید. اتاق کلاب هاوس ما الان باز هست و میتونید بیایید در اتاق کلاب هاوس صحبت بکنید. گزارش هایی داریم از ایران، از شهرهای مختلف ایران و سوت و کور بودن ستادهای انتخاباتی. میخواییم یه سری بزنیم به شهرهای ایران، ببینیم که مردم چطور واکنش نشون دادن به انتخابات 1400 نظام جنایتکار اسلامی.
و چطور با عدم مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی، تحریم انتخابات و همچنین رأی ما سرنگونی پاسخ کوبنده‌ای به حکومت جمهوری اسلامی دادن. گزارشات آماده هست، یک سری به ایران میزنیم و بعد برمیگردیم به کانادا و کشورهای دیگه اروپا خواهیم رفت. فراموش نکنید شماره تلفن 2046-739-68-14-38، تلگرام و واتساپ با ما باشید. مدرسه رنجاوری، خیابان غفور. انتخابات 1400 سنندج. 8 خرداد 1400. خب اینم از حضور پرشور ملت غیور ایران که اومدن رأی بدن. یعنی عالی، اینجا الان 4 ساعت اینا نشستن، شاید مثلا تک و توک بگم یه نفر دو نفر اینا میان. عالی، اینم یکی از حماسه سرایان ایران اومد که رأی بده. وای خیلی خوبه. آخه میدونیم پارسال اینجا، ببخشید 4 سال پیش که انتخابات روحانی بود، اینجا قلقله بود، مثلا جای قدم زدن نبود. بعد الان نگاه بکنید به این حماسه پرشور رای دادن، کلن 2-3 نفر آدم اینجا. بله، گزارشاتی که به دستمون رسیده بود رو دیدیم از سنندج و زاهدان. 2 عکس هم به دستمون رسیده از دیواندره و مهاباد، ارسال شده در رابطه با خلوت بودن ستادهای انتخاباتی. خب کاملا پیش بینی میشد که این اتفاق بیفته، کما که در دو هفته گذشته در واقع جامعه کاملا معترض بود، اعتراضی بود و تریبون های آزاد رو در واقع به تریبون های جنبش سرنگونی تبدیل شده بود. کلی هم در ستادهای انتخاباتی تلاش شده بود با غذا دادن، میوه دادن، شربت دادن، موزیک پخش کردن، مردم رو به ستادهای انتخاباتی بکشونن که کاملا شکست خوردن. این تصویر هم که میبینید اگر اشتباه نکنم مربوط به دیواندره هست، برای ما ارسال شده. ستاد انتخاباتی فقط کسایی هستند که اونجا نشستن و قرار بوده مردم بیان رأی بدن که مردم هم شرکت نکردن. این تصویر مربوط مهاباد هست، این هم دیواندره هست. بله، این هم دیواندره هست، برای ما ارسال شده. یکی دیگه از ستادهای انتخاباتی دیواندره که میبینیم خبری نیست. یک تصویر دیگه داریم، این هم مربوط به دیواندره هست. دوستان از دیواندره برای ما تصاویر ستادهای انتخاباتی رو فرستادن که سوت و کوره و هیچ خبری نیست. تصویر دیگری خواهیم داشت از باز هم از دیواندره. بله، دوستان دیواندره خیلی فعال هستند و از ستادهای انتخاباتی عکس گرفتن و فرستادن. بله، ببینید هیچ خبری نیست و خیلی خیلی خلوته. تصویری که الان ملاحظه میکنید مربوط به یکی از ستادهای انتخاباتی در مهاباد هست. بله، فضای بزرگی هست ولی کسی نیست برای رأی دادن. جمهوری اسلامی شکست مفتزهانه ای خورده، کاملا پیش بینی میشد. این تصویر هم مربوط به مهاباد، فکر میکنم یه مدرسه باید باشه ولی هیچ حضوری دیده نمیشه از طرف مردم و اون طنزهایی که میسازن و درست کردن و منتشر میکنن به درستی نوشته بودن که انتخابات تموم شد، جمهوری اسلامی منتظر مشارکت مردم هست. این تصویر هم مال مهاباد باید باشه. یک تصویر دیگه از مهاباد به دستمون رسیده، اینجا هم احتمالاً یه مدرسه هست، ستاد انتخاباتی که هیچ کس در این ستاد انتخاباتی دیده نمیشه. تصویر دیگه مربوط به اردبیل هست. بله، یک ستاد انتخاباتی رو میبینیم، سوت و کور، خلوت،
هیچ کسی نیست. تصویر از اردبیل برامون ارسال شده. ستاد انتخاباتی در اردبیل رو دیدیم که بسیار بسیار خلوت بود. بله، چند شهر رو مورد بررسی قرار دادیم از طریق گزارشات تصویری که دوستان فرستادن: دیواندره، مهاباد و اردبیل. شما هم بفرستید اگر عکسی گرفتید، اگر تصویری دارید، گزارش تصویری دارید از شهرهاتون، حتما برای ما بفرستید. شهرهای مختلفی رو ما اینجا مورد بررسی قرار دادیم. از تهران گزارش پخش کردیم که سوت و کور بود ستادهای انتخاباتی. از دیواندره و مهاباد و اردبیل هم دوستان برای ما گزارشات تصویری فرستاده بودن از ستادهای انتخاباتی. اینجا نشون دادیم که چقدر سوت و کور هست. بازم گزارش داریم از شهرهای مختلف. سنندج و زاهدان را هم که گزارشات تصویری به دستمون رسیده بود. خوزستان رو هم که دوستان در کلاب هاست شهرهای جنوب ایران گزارش دادن که در شهرهای جنوب ایران هیچ خبری نیست و چه تلاش جمهوری اسلامی کرده که برای اینکه ستادهای انتخاباتی شلوغ باشه. باز هم گزارش داریم. شماره تلفن 2046 739 68 14 38. همین الان گزارشاتتون رو در تلگرام و واتساپ برای ما ارسال بکنید که ما در تایمی که باقی مونده در برنامه بتونیم گزارشات شما رو هم پخش بکنیم. بریم سراغ چند شهر دیگه. میبینم که اتاق فرمان در حال آماده کردن گزارشات تصویری از ستادهای انتخاباتی جمهوری اسلامی هستند که هیچ مشارکتی، هیچ آدمی در اونجا دیده نمیشه. اگر اتاق فرمان آماده هستید، خب بسیار خوب. تا اتاق فرمان آماده بشه من یک بار دیگه اعلام میکنم. بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید، در هر کجای دنیا که هستید، در هر کدوم از شهرهای ایران که هستید، با شماره تلفن 2046 739 68 14 38 گزارشاتتون رو برای ما ارسال بکنید در تلگرام و واتساپ. اگر میخواید صحبت بکنید میتونید بیایید توی کلاب هاوس و از طریق کلاب هاوس صحبت بکنید. من فکر میکنم که دیگه گزارشات آماده شده باشه. بریم گزارش های تصویر رو ببینیم از شهرهای ایران. اگر اتاق فرما من اطلاع بدن کدوم شهر رو اول خواهیم دید. داراب، بله داراب رو میبینیم و بعد میریم سراغ شهرهای دیگه. بله، دیدیم گزارش رو از داراب، گزارش تصویری و از یکی از حرم‌ها بود که هیچ خبری در اون نبود. لطفاً اگر که گزارش می‌فرستید حتما بنویسید که کدوم شهر هست. و همچنین از کرمانشاه گزارش دریافت کردیم، از یکی از ستادهای سوت و کور انتخاباتی که گزارش آخر مربوط می‌شد به کرمانشاه. بله، دوستان در اتاق کلاب هاست لطفاً پینگ کنید. بله آرام میکروفون میزنه. روابطتون رو، دوستانتون رو پینگ کنید که بیان و گزارش بدن. آرام میشنویم از تو. آرام از تو میشنویم. صدات نمیاد آرام، احتمالاً مشکل هندزفری داری. آرام از آرام میشنویم. مقابل سفارت جمهوری اسلامی در فرانکفورت. خب منتظر میمونیم آرام مشکل فنیش برطرف بشه، چون من میبینم میکروفونش بازه ولی صدای ما از آرام نداریم. به احتمال زیاد مشکل
فنی هست، منتظر آرام میمونیم. خب تا آرام مشکل فنیش رفع بشه یه شهر دیگه از کانادا خواهیم رفت. بله بله صدای شما هست، آرام میشنویم از تو. یه بخش دیگه از گزارش رو میخواستم با چند تا دوستایی که در محل حاضر هستن ازشون در این باره بله بپرسم. بله حتما میشنویم، نظرشون رو جویا بشم. ممنونم از شما برای وقتی که گذاشتید. نظر شما در مورد این روز چیه و چرا اینجا شرکت کردید شما؟ با سلام خدمت شما دوستان عزیز، من سیامک زاره هستم. ما اعضا و کادرهای حزب کمونیست کارگری امروز در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت هستیم و یک سری از شهر کاسل اومدیم اینجا و همچنین از شهرهای دیگه هم اینجا هستن، حضور دارن و اومدن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی و بر علیه مضحکه انتخابات اینجا شرکت کردن در اکسیونی که حزب کمونیست کارگری اینجا برگزار کرده و ما هم همچنین اینجا بر علیه همین مضحکه انتخابات شرکت کردیم. اینو باید من بگم به عنوان یک کادر حزب کمونیست کارگری که سال هاست ما میاییم اینجا و داریم در بر علیه این مضحکه انتخابات داریم اینجا برگزار میکنیم اکسیون ها رو. باید امسال من بگم که امسال میتونم بگم که خیلی خیلی کم بوده کسانی که میومدن و رأی میدادن. من میدیدم که در حدودا ما 4-5 ساعت اینجا هستیم، در عرض 4-5 ساعتی که اینجا هستیم واقعا میتونم بگم نهایتا 30-40 نفر اومدن، یعنی خیلی انگشت شمار بوده کسایی که اومدن اینجا رأی دادن و خوشبختانه باید بگم مردم دارن آگاه شدن، یعنی آگاه میشن، حتی مردمی که در خارج از کشور هستن و اینو باید به پال نیک گرفت. سالهای قبل ما میدیدیم که حتی جلوی سفارت توی سفارت معطل میکردن که بیرون سفارت رای صف وایستن و این رو بیان به صلاح فیلم برداری بکنن به نمایش بگذارن، ولی متاسفانه امسال خوشبختانه باید بگم امسال به حدی بود که حتی این کارم نتونستم بکنن، یعنی هر نیم ساعت هر 20 دقیقه یک نفر میرفت داخل و نهایتا میتونستن به این کار انجام ندن. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم و امیدوارم که هرچه زودتر شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی بشیم و این روز نزدیک هست و همه دارن این روی رو میدن. مرسی، ممنون از شما سیامک زاره. با یکی دیگر شرکت کنندگان در محل هستیم و میخوام نظرشون هم جویا بشم. شما برای چی امروز تشریف آوردید و چه رأیی رو اینجا دادید؟ ما اومدیم که مخالفت خودمون رو با اسلامی نشون بدیم و به کسایی که اومدن رأی بدن نشون بدیم که ما تعدادمون بیشتره. البته کسایی که اومده بودن زیاد نبودن، اونجوری که آقای زاره گفت چند نفر بیشتر نبودن و نکته خیلی جالب اینه که کسایی که اومدن رأی بدن 90% صورتاشون رو پوشونده، ماسک زده و یه جوری اومدن که دیده نشن. یعنی این نشون میده که اونا از ما ترسیدن، اونا خجالت میشن، یعنی خجالت میکشه که چرا داره رأی میده. این خیلی مهمه و ما هممون آشکاری ما رو بازی میکنیم. مرسی از شما دوست عزیز. شیرین جان تشکر میکنم از شما و برنامه خودتون، در ادامه گزارش همراهتون خواهم. مرسی از تو آرام، همراه ما بمون، خسته نباشید میگم به تو و همه دوستانی که امروز در فرانکفورت مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی ترتیب دادید. البته من بخش قبلی فکر کنم گفتم سفارت جمهوری اسلامی، ولی مجددا میگم کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان. تجمعات و تظاهرات با شکوهی طبق معمول همیشه برگزار شده در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی، در مقابل مرکز تروریسم اسلامی در شهرهای مختلف خارج از کشور. اگر که جایی هم این مراکز و لانه های جاسوسی نبوده، صندوق اخذ رأی گذاشته جمهوری اسلامی، تجمع اعتراضی برگزار شده که نمونش رو هم ما در این برنامه پخش کردیم. دوستان از شهر لوند سوئد برای ما ارسال کردن جایی که اخذ رأی گذاشته، صندوق اخذ رأی گذاشته جمهوری اسلامی. جاهای دیگه هم که اگر سفارتخانه نبوده، اگر کنسولگری نبوده، اگر محل اخذ رأی نبوده،
ایرانیان جمع شدند، سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایرانیان آزاده سرنگونی طلب جمع شدند و اعلام حمایت کردند از مبارزه مردم ایران که مشخصاً در شهرهای کانادا بوده. عذر می‌خوام. یک گزارش دیگه تصویری خواهیم داشت از شهر کانادا و تجمعی که خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی هم حضور داشتن. شهر تورنتو کانادا هست و در این تجمع ما می‌بینیم خانواده‌های دادخواه جانباختگان هواپیمای اوکراینی اومدن حضور پیدا کردن و اعلام کردن رأی ما سرنگونی. می‌بینیم و برمی‌گردیم. در اینجا از دوست گرامی بابک یزدی دعوت میکنم که دقایقی صحبت بکنن. فعال سیاسی شناخته شده در شهر و عضو حزب کمونیست کارگری و ازش هم ممنونم که در برگزاری برنامه خیلی در تدارکات به ویژه خیلی زحمت کشید و کمک کرد. بابک جان ممنون. اردشیر عزیز درود به تک تک عزیزان، خوش آمدید همگی. خوشحالم که در جمعتون هستیم و یک دور دیگه همه ما از جریانات سیاسی مختلف با گرایشات مختلف سیاسی برای سرنگونی کامل جمهوری اسلامی اینجا جمع شدیم. هدف همه ما این هستش که رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. جمهوری اسلامی از روز اولی که اومد روی کار تا حالا یک انتخابات درست نداشته. جمهوری اسلامی روز اول گفت یا من یا هیچ کس. جمهوری اسلامی آریانه، یعنی یا من یا هیچ کس. تا الانی که آخرین انتخاباتش از 500 نفر از ماموران و مزدوران خودش آورده و گفته بین اینایی که انتخاب کنید. تازه از این 500 نفر 497 نفر را غربال کردن. آقای احمدی نژاد را غربال کردن. آقای احمدی نژاد که دستش به خون مردم آغشته است را اینا هنوز یعنی دیگه خودی هم را انداختن بیرون. الان 7 نفر دوست، 7 نفر قاتل، 7 نفر جانی، 7 نفر رشوه‌خوار، 7 نفر کسی که نصف خانواده‌هاشون فراری دادن اومدن این بر اونور، اینا میخوان برای من و شما سرنوشت درست بکنن. این رژیم از روز اولی که اومد روی کار از پشت بام مدرسه رفاه جنایت کرد. ترکمن صحرا، کردستان، قتل‌های زنجیره‌ای، قتل عام 67 آبان، هواپیما یکی بعد از دیگری، جنایت بعد از جنایت. و تا زمانی که این رژیم هست جز جنایت کاری نخواهد کرد. در کارنامه این رژیم یک چیز مثبت وجود نداره، جنایت پشت جنایت. بنابراین همه ماها با هر گرایش سیاسی باید متحد بشیم، متشکل بشیم، یک فارشه بشیم، این رژیم جانی رو به گورستان تاریخ بسپاریم. چند تا شعار میدیم. Down with Islamic Republic of Iran. Free all political prisoners in Iran. مرگ بر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون. اینجا از دوست گرامی بابک یزدی دعوت میکنم که دقایقی صحبت بکنن. فعال سیاسی شناخته شده در شهر و عضو حزب کمونیست کارگری و ازش هم ممنونم که در برگزاری برنامه خیلی در تدارکات به ویژه خیلی زحمت کشید و کمک. بله، گزارش رو دیدیم از شهر تورنتو کانادا. گزارش رو دیدیم، تجمع اعتراضی در رابطه با انتخابات 1400 جمهوری اسلامی با حضور خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های دادخواه جانباختگان هواپیمای اوکراینی، هواپیمایی که جمهوری اسلامی در اون یک جنایت مرتکب شد، شلیک عمدی و مستقیم موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی. یاد همه اون عزیزان رو گرامی می‌داریم، یاد همه کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 و همه این 42 سالی که جمهوری اسلامی دست به جنایت زد.
راه همه این عزیزان، راه پویا بختیاری ها که اومد گفت من در راه انقلاب این کفش خودم را از دست دادم و به معنای واقعی نشون داد که یک انقلاب عظیم اجتماعی فقط راه رهایی مردم ایران هست. راه این جوونا، راه این عزیزان ادامه داره برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی. گزارشات تصویری که از ایران به دست ما رسیده بود رو من شهرها رو اعلام کردم، ولی فیروزآباد در استان فارس جا افتاد. خواستم بگم که از گزارشاتی که پخش شد، یکی از گزارشات مربوط به فیروزآباد استان فارس بود. 2046-739-68-14-38 تا الان تعدادی گزارش برای ما ارسال کردید، ما منتشر کردیم. شما دوستان عزیز که در شهرهای دیگه هستید، اگر گزارشی دارید حتما برای ما بفرستید. از شهر خودتون، از ستادهای خالی انتخابات، از حال و هوای شهرتون برای ما گزارش ارسال بکنید. بازم گزارش داریم، گزارش تصویری از ایران داریم که ملاحظه خواهید کرد. اما یه سری میخواییم بزنیم به شهر فرانکفورت آلمان. یک صندوق نمایشی انتخابات گذاشته شده، یعنی یک نمادی از صندوق انتخابات گذاشته شده و اونجا شرکت کنندگان رأی ما سرنگونی رو روی این کاغذها نوشتن و به صندوق انتخابات میذارن. یک در واقع پرفورمنس هست که با هم میبینیم و برمیگردیم. مینو حقیقی هستم، در جمهوری اسلامی 1400 جمهوری اسلامی رو رئیس رو بایکوت میکنن. خدیجه دیوی هستم، رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی رو. Die Wahl im Iran ist für mich auch einfach eine Farce. Ich bin auch weder auf den Sturz des Regimes gefahren. Schluss mit Frauenunterdrückung, Folter und Mord. Nieder mit dem Mullah-Regime. Gegen das frauenfeindliche Regime, Freiheit für alle Menschen im Iran. ساعت هزار بار نه به جمهوری اسلامی. اگه میتونیستم سرنگونی بارم رأی من سرنگونی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی. ما یک صندوق رأی ما سرنگونی هست رو اینجا داریم که همونطور که میبینید به نمایندگی از طیف‌های مختلف جامعه که جمهوری اسلامی براشون مصیبت به بار آورده و اونها رو کشته و از روی جنازه‌هاشون پله درست کرده، ما به نمایندگی از اونها عکساشون رو زدیم و رأی ما سرنگونی هست رو امروز همه با اتحاد با مشتی محکم به جمهوری اسلامی خواهیم. من به خاطر 43 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی رأیم رو اینجا میدم. رأی من سرنگونیه. رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی. رأی ما نه به جمهوری مذهبی. رأی ما بایکوت جمهوری اسلامی. رأی من جمهوری اسلامی نابود باید گردد. رأی بی رأی به خاطر 42 سال ظلمی که به ملت ایران کردن. امید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. رأی من سرنگونیه. من میخوام به سرنگونی جمهوری اسلامی بگم. رأی ما بایکوت جمهوری اسلامیه. رأی بی رأی مرگ بر جمهوری اسلامی. رأی ما سرنگونی.
رأی ما سرنگونی رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی سرنگون رأی ما سرنگونی مرگ بر جمهوری اسلامی حکومت مذهبی نمیخواد از ابتدا من به جمهوری اسلامی رأی ندادم جمهوری اسلامی رأی من نیست رأی ما فقط سرنگونی است و بس رأی ما سرنگونی است و بس رأی ما جمهوری اسلامی نمیخواد امیدوارم هرچی زودتر بره داخل این دیگه در نیست من ماسک هم بر میدارم که چهره هم شناخته بشه رأی ما سرنگونی انگشتم تو خونه کسی نمیزنیم رأی تمام خانواده من رأی پسر من سرنگونی جمهوری اسلامی رأی ما سرنگونی همینطور که میبینید همه رأی بزرگ و نه بزرگ خودشون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران امروز اینجا اعلام کردن جمهوری اسلامی جمهوری فقاهت و جنایت باید سرنگون بشه و مرگ بر اصل ولایت فقیه بله دیدید یک صحنه باشکوهی از کارزار رأی ما سرنگونی یک صندوق انتخابات و مردم ایران که هر کسی دلیل خودش رو وقتی داره رأی رو میندازه توی صندوق اعلام میکنه میگه رأی ما سرنگونی به خاطر 42 سال جنایت رأی ما سرنگونی به خاطر فقر و فلاکت رأی ما سرنگونی به خاطر سرکوب ها این صدای واقعی مردم ایرانه اگر یه صندوق این چنینی در مرکز هر شهری در ایران گذاشته بشه قطعاً جمعیت میلیونی میان رأی ما سرنگونی رو در اون صندوق ها میندازن و مردم به معنای واقعی مشخصاً در دو هفته اخیر در داخل ایران این رو نشون دادن و این پرفورمنسی که دیدید در واقع از همون فضایی که مردم در داخل ایران ایجاد کردن فضایی علیه انتخابات جمهوری اسلامی فضایی علیه کلیت جمهوری اسلامی بود این صندوق انتخاباتی که مقابل مرکز تروریسم و مرکز تروریسم اسلامی لانه جاسوسی جمهوری اسلامی گذاشته شده این صندوق انتخابات نماد آشکار سرنگونی هست که مردم ایران دارن امروز صداشون رو بلند میکنن از مادران دادخواه گرفته تا زنان تا بقیه طیف‌های جامعه این صندوق انتخابات صندوقی بود که رأی سرنگونی در اون انداخته شد و دیدید صفی از ایرانیان و حتی دوستان آلمانی در فرانکفورت آلمان که اومدن رأی ما سرنگونی رو در این صندوق رأی انداختند این واقعیت جامعه ایرانه اگر یک همچین صندوقی در تهران، اصفهان، شیراز، اردبیل، تبریز، ارومیه، مشهد، رشت، شهرهای مازندران، شهرهای جنوب ایران، استان خوزستان، استان سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، من شهر و استان را همه رو دارم با هم میگم اگر این صندوق های رأی گذاشته بشه قطعا مردم اگر آزاد باشن میرن رأی میدن نه به جمهوری اسلامی سرنگونی جمهوری اسلامی و آری میگن به یک حکومتی که برابری در اون تضمین شده باشه آزادی بیان در اون تضمین شده باشه آزادی اندیشه در اون تضمین شده باشه برابری زن و مرد در اون تضمین شده باشه رفاه عمومی در اون تضمین شده باشه
فقر و فلاکت در اون حکومت جایی نداشته باشه، زندانی سیاسی وجود نداشته باشه، اعدام وجود نداشته باشه، شکنجه وجود نداشته باشه، جنایت وجود نداشته باشه. رأی مردم به این هست، به سرنگونی جمهوری اسلامی که اولین گام رهایی مردم ایران هست. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، جمهوری اسلامی نماینده جلادان و قاتلان مردم ایران هست و مردم ایران به زودی این حکومت رو به زیر خواهند کشید. نمادهای آشکارش رو ما در همین دو هفته و به طور مشخص همین امروز دیدیم. یه گزارش دیگه داریم، گزارش تصویری از چند شهر ایران در ستادهای انتخاباتی که سوت و کور بوده و یک شکست مفتضحانه دیگه برای حکومت جمهوری اسلامی ثبت شده. تهران، منطقه یک، مسجد المهدی، خیابون دزاشیف هستش. مردم انتخابات رو تحریم کردن، هیچکی هم داخل نیست. حضور حد اکثری مردم در انتخابات 1400 مسجد جامع حسین آباد مرشد. حضور حد اکثری مردم در انتخابات 1400 مسجد جامع حسین آباد مرشد. حضور حد نه به تو و دروغ بهشتت، نه به تو و دنیای زشتت، نه به تو و وعده‌های تباهت، نه به تو و افکار سیاهت، نه به سلطه جنون، نه به رنگ و درد و خون، نه به موندن سکون، نه به پیرو به زبون. حکم تو حکم کهنه قبیله است، حکم تو حکم کهنه قبیله است، همیشه فریب و حیله است، تو همیشه فریب. زن برای تو فقط یه وسیله است، جای زن پشت چادر و میله است. نه سلطه جنون، نه به رنج و قتل و خون، نه به موندن سکون، نه به پیرو به زبون، نه به سلطه جنون، نه به رنج و قتل و خون، نه به موندن سکون، نه به پیرو به زبون، نه. بله، گزارش هایی رو دیدیم از شهر تهران و گزارش آخر مربوط به جوانرود بود و همچنین سرودی که در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت ملاحظه کردید که در این سرود حمایت از زنان هم کاملا برجسته بود. شماره تلفن 2046-739-68-1438، تلگرام و واتساپ، گزارشات تصویری صوتی و نوشتاریتون رو برای ما ارسال بکنید. تا گزارش بعدی فرستاده میشه، من میبینم که همچنان داره از شهرهای مختلف گزارش میاد. تا گزارش بعدی فرستاده میشه، من یک آماری هم از توییتر داشته باشم. 144575 توییت و ری توییت نو تو آی آر در صدر جدول هستیم و همچنان تونستیم ارتش سایبری جمهوری اسلامی رو در توییتر شکست بدیم. حتما بیایید، در طوفان توییتری روز دوم هست و روز دوم هست که ما مقام اول رو در توییتر فارسی کسب میکنیم. در واقع جنبش سرنگونی داره در توییتر، در شبکه‌های اجتماعی اینچنین خودش رو نشون میده و جمهوری اسلامی رو شکست داده. جمهوری اسلامی که با
هزینه های کلان ارتش سایبری رو سازماندهی کرده که توییتر رو هم بتونه در دست بگیره. ما توییتر رو به تسخیر خودمون درآوردیم و جمهوری اسلامی رو در این امر هم شکست دادیم. نو تو آی آر مقام اول رو داره در توییتر فارسی و میره که در واقع در توییتر جهان هم مثل دیشب که در توییتر آمریکا و در توییتر آلمان اول شده بود، امروز هم بره در کشورهای مختلفی توییت اول بشه و امیدواریم که در توییتر جهانی، در توییتر جهانی هم بتونه توییت اول باشه و مقام اول رو کسب بکنه. هشتگ های دیگه که با فلش سبز رو به بالا هستن: نه به جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای من سرنگونی. این هشتگ ها هم داره میاد بالا و رشد صعودی داره، اما نو تو آی آر همچنان هشتگ اول توییتر فارسی هست. بیایید در این طوفان توییتری شرکت بکنید. شما هم میتونید در حمایت از مبارزات مردم ایران در اعتراض به جنایاتی که جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته مرتکب شده، در اعتراض به مضحکه انتخاباتی توییت بزنید و جزئی از این طوفان توییتری باشید که تا اینجا جمهوری اسلامی و ارتش سایبریش رو در توییتر به عقب رونده. بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، در هر شهری که هستید، در هر استانی که هستید، گزارشاتتون رو برای ما ارسال بکنید. شماره تلفن 2046-739-68-14-38، تلگرام و واتساپ. بینندگانی که از طریق اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و همچنین فیسبوک ملاحظه میکنید، شما میتونید برای ما گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاریتون رو از طریق همین شماره تلفن که روی اسکرین میبینید بفرستید. دوستان در کلاب هاوس هم گزارش دادن، ما منتظر هستیم، چون اکثرا در محل هستن، میرن و میان، منتظر هستیم که دوباره دوستان با ما همراه بشن که بتونیم گزارش های بعدی رو ازشون بشنویم. من دوست دیگه ای رو میبینم از شهر استکهلم سوئد، ازتون دعوت میکنیم که بیای توی استیج و گزارش بدید رو به بینندگان این برنامه. گزارش دیگری داریم از شهر برلین آلمان، مقابل سفارت جمهوری اسلامی، جایی که گفته شد سه زن اعتراض عریان کردند به حکومت زن ستیز و ضد زن جمهوری اسلامی. امروز روز انتخابات جمهوری اسلامی، سه زن عریان شدند و مقابل سفارتخانه جمهوری اسلامی دست به اعتراض زدند، به نشانه اعتراض به یک حکومت سراپا زن ستیز و ضد زن. به برلین آلمان میریم و بعد برمیگردیم، از دوستان دیگر خواهیم شنید و گزارشاتشون رو خواهیم دید. Mal, mal, dictator! Mal, mal, dictator! Mal, mal, dictator!
بله، گزارش رو دیدیم از شهر برلین آلمان مقابل سفارت جمهوری اسلامی و زنانی که به نشانه اعتراض عریان شده بودند و به اینکه جمهوری اسلامی حکومت زن ستیز و ضد زن هست به شکل عریان اعتراض کردند. دیدید تصاویر رو و بعد شعارهایی که داده شد. زنده باد به همه کسانی که امروز در واقع مشت محکمی زدن بر سر تا پای این حکومت ضد زن، ضد انسانی، حکومت اعدام، حکومت شکنجه، حکومت ضد کارگر، حکومت ضد جوان، حکومت ضد مردم، حکومت ضد انسان و انسانیت امروز به خوبی پاسخ گرفت، هم در داخل ایران هم در خارج از کشور. مجدداً به شهر فرانکفورت میریم مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان. گزارشاتی رو داریم تهیه شده از این شهر، شهری که امروز بسیار پرهیاهو و پرشور بوده. پرفورمنس زیبایی رو هم دیدیم از رأی من سرنگونی که به صندوق‌های رأی انداخته میشد. گزارشات آماده هست، با هم میبینیم و برمیگردیم. حدوداً 30 دقیقه دیگه به پایان این برنامه اگر اتاق فرمان اشاره به من بکنن یا اطلاع بدن باقی مانده. 30 دقیقه دیگه گزارشات تصویری رو خواهیم دید و خواهیم شنید. هنوز فرصت دارید که گزارشاتتون رو برای ما از طریق شماره تلفن 2046-739-6814-38 در تلگرام و واتساپ ارسال بکنید. این پیام مردمی است که سران جمهوری اسلامی ایران را نه تنها نمایندگان خودشان نمیدانند، بلکه آنان را قاتلان خودشان میدانند و آنها را به عنوان قاتلان خودشان در جوامع بین‌الملل معرفی میکنند. این رأی و صدای مادران دادخواه است که جوانان آنها در کف خیابان در دیماه و آبان 98 و 96 و سال 88 به خون کشیده شدند و آن هم توسط گلوله هایی که از طرف سران حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی بر سر و صورت و قلب این جوانان شلیک شد. این پیام بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، دانش آموزانی است که از جنایات عریان و افسار گسیخته و بی پایان این حکومت به تنگ آمدند و انزجار خودشان را به اشکال گوناگون چه از طریق شعار نویسی، چه از طریق سخنرانی ها پشت تریبون های آزاد، چه از طریق همبستگی و تجمعات سراسری در ایران اعلام کردن و اعلام کردن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. این پیام و صدای جامعه رنگی کمانی ایران است که سال هاست از بد به سر کار آمدن جمهوری هوموفوب جمهوری اسلامی بر سر کار اونها را مورد تبعیض، شکنجه و خشونت سازماندهی شده قرار داده و اونها را از داشتن یک زندگی آزاد، شاد و برابر محروم کرده. این پیام و صدای زنان ایران است که بخش اعظمی از جامعه را تشکیل میدن ولی در هیچ کجای قوانین ضد زن و ضد انسانی جمهوری اسلامی جایی ندارند و اونها را تبدیل به برده های جنسی و کنیز کردند. این پیام و صدای 99% جامعه ایران است که سفره هاشان خالی است. پدرانی که با دستان خالی به خانه می روند و پیش بچه ها و زن و خانواده خودشون شرمنده هستند که به دلیل حکومت دزد و استثمارگر جمهوری اسلامی که در ایران فاصله
میکنند، اختلاس میکنند و یک عده در فقر مطلق، در فلاکت مطلق دست و پا میزنند و کودکان کاری که از تحصیل باز موندند، از داشتن زندگی کودکانه خودشون باز موندند و کودکانی که به خاطر نداشتن حق تحصیل، نداشتن رفاه، نداشتن برابری تحصیلی در ایرانی که از در و دیوارش پول و ثروت میباره خودکشی میکنند، به خاطر نداشتن یک گوشی موبایل ساده، به خاطر نداشتن اینترنت که به دلیل این دوره وحشتناک کرونا نمیتونستن برن حتی توی کپراشون، حتی توی بیابون، حتی توی صحرا، حتی زیر درخت نمیتونستن برن و با کتابا و دمپایای پارشون چهار کلمه درس یاد بگیرن و از فشارهایی که روشون بود خودکشی کردن. و الان ما داریم میبینیم که مزدورها و جنایتکاران و وابستگان حکومت اسلامی با ماشین‌های بالای 100,000 یورو میان اینجا رژه میرن و انگشتایی رو که توی خون جوانهای آبان، توی خون کودکان کار، توی خون اعدامیای سال 60 تا 67، توی خون ندا آقا سلطان، پویا بختیاری، پژمان قلی‌پور و 1500 جوون دیگه انگشتشون رو توی خون اونا زدن و میان اینجا به ما انگشت های خونالودشون رو نشون میدن، پوزخند میزنن، ولی زهی خیال باطل که نمیدونند که روز سرنگونی جمهوری اسلامی اونقدر نزدیکه که در حد یک پلک بر هم زدن تمام کنسولگری و سفارت هاشون تعطیل خواهد شد، توی تمام دنیا بایکوت خواهند شد و به زودی به پای میزان محاکمه کشیده خواهند شد و باید جواب 43 سال جنایت قطع و کشان جنایتکاره.
فریاد جمهوری اسلامی نابود باید کردند را به تو صورت حکومت اسلامی زدیم و خواهان سرنگونی این حکومت شدیم. ما خواهان نابودی حکومتی هستیم که 14 است دستش در خون مردمه. من به عنوان فعال سیاسی، به عنوان صدای یک نفر از فعالین دانشجو، معلمان، کارگران و تمام فعالین سرنگونی طرف اینجا به روی شما جانیان قاتلان اسلامی میگم، ما رأی ما سرنگونیست و تا سرنگون نکردن حکومت ضد انسانی قدم پس نخواهیم گذاشت. شما آنهایی که الان در این مضحکه انتخابات دارید شرکت میکنید، شما صفه حکومت را، صفه قاتلین مردم را انتخاب کردید. جمهوری اسلامی نماینده مردم نبوده بلکه قاتل مردمه. این حکومت جانی، این حکومت انسان کش و ضد انسانی در آلمان، در فرانکفورت فقط نماینده جاسوسی و کشتار مردمه. ما اینجا جمع شدیم تا بگیم این حکومت رو باید در سراسر جهان طرد و منزوی کرد. ما اجازه نخواهیم داد که این حکومت به ترور و سیاست‌های ضد انسانی خودش ادامه بده. از همین جا میگم ما تا سرنگونی پا پس نخواهیم گذاشت. زنده باد مبارزاده راه آزادی و برابری. سرنگون باد جمهوری اسلامی. بله، خسته نباشید. باید گفت به دوستانمون در فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی و همه شهرهای دیگه که مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی تجمعات و تظاهرات کوبنده‌ای برگزار شده. زنده باد به همگی و خسته نباشید. صدای مردم ایران امروز در جامعه جهانی بلند شد. رأی ما سرنگونی. در شهرهای ایران هم همینطور مردم با اقداماتی که انجام دادن و با شرکت نکردن در انتخابات جمهوری اسلامی، با اعتراضاتی که انجام دادن، با ستادهای سوت و کور انتخاباتی نشون دادن که رأیشون سرنگونی هست. رأی ما مردم ایران سرنگونیه برای به زیر کشیدن حکومت خون و خشونت. لحظه‌ای دریغ نخواهیم کرد و به مبارزه و تلاش خودمون ادامه میدیم. برنامه ادامه داره. تا دقایقی دیگر گزارش دیگری داریم از شهر دنهاخ لاهه در هلند. اگر که اتاق فرمان تایید میکنن میریم گزارش تصویری رو ببینیم از دنهاخ لاهه در هلند مقابل سفارت جمهوری اسلامی. امروز جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی شهر لاهه هلند جمع شدیم تا بگیم که جمهوری اسلامی میخواد که از بین 7 آدم کش، 7 جنایتکار، 7 مرتجع و ضد زن و اساسا ضد انسان رئیس جمهور انتخاب بکنه و ما میخوایم همراه با مادران دادگاه، همراه با خانواده های دادگاه پرواز هواپیمای اوکراینی، همراه با همه معترضین آبان ماه و دی ماه اعلام کنیم که رأی ما سرنگونیه و مردم یک صدا با اکثریت مردم میگن که رأی ما سرنگونیه و این رژیم رو نمیخوان. در طرف کمیته خارج حزب کمونیست کارگری ایران امروز اینجا دنهاخ کشور هلند روبروی سفارت جمهوری اسلامی در روز انتخابات ننگین جمهوری اسلامی هستیم به فراخوان کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. ما نه تنها حرفمون رأی بی رأیه، بلکه رأی ما سرنگونی به جنایت‌های جمهوری اسلامی، به این جمهوری شکنجه، اعدام، زندان و قتل عام. امروز اینجا بله، گزارش از دنهاخ لاهه در هلند رو دیدیم مقابل سفارت جمهوری اسلامی. سر دیگه خواهیم زد به ایران، شهرهای ایران، گزارشاتی که برای ما ارسال شده.
بریم یک آمار جدید از طوفان توییتری داشته باشیم. روز دوم طوفان توییتری هست. یک بار دیگه من اعلام میکنم این طوفان توییتری در اعتراض به انتخابات جمهوری اسلامی و در اعتراض به کلیت جمهوری اسلامی هست. روز دوم هشتگ نو تو آی آر، نه به جمهوری اسلامی، در ردیف اول توییتر فارسی هست. الان من آماری که میبینم 150,000 توییت و ری توییت ما از هشتگ نو تو آی آر داریم. 150,000 هم زدیم بالا و داریم میریم که در واقع در توییتر کشورهای دیگه هم به مقام اول برسیم، مثل دیروز که در آمریکا و آلمان، حداقل در آمریکا و آلمان توییت اول توییتر شدیم. توییت و هشتگ اول توییتر فارسی هم الان هستیم. هشتگ های دیگه نه به جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای من سرنگونی هم جزء هشتگ های 1 تا 10 توییتر فارسی هستن. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی هم ارتش سایبریش رو ریخته توی توییتر و هشتگ های مختلفی در حمایت از این کاندیداها یا در حمایت از انتخابات، برای اینکه بتونه شبکه های اجتماعی رو هم در واقع تبلیغ بکنه، تسخیر بکنه، ولی شکست خورده. اینکه هشتگ نو تو آی آر هشتگ اول هست نشون میده که جمهوری اسلامی شکست خورده در مورد اون، در مقابل اون نیروی متحد و همبسته جنبش سرنگونی که اومدن با نو تو آی آر دارن در توییتر می نویسن. فرصت هست تا امشب، از فردا صبح مجددن تا فردا شب که میشه روز سوم، با هشتگ نو تو آی آر در طوفان توییتری شرکت بکنید. یه سری دیگه به برلین میزنیم، یه گزارش تصویری دیگه آماده داریم از شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، از مادران دادخواه که امروز در تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین حضور پیدا کرده و صحبت میکنه. با ما باشید، ما گزارشاتی از برلین خواهیم داشت. توی ایران توی آتش دارن زندگی میکنن. ما باید درباره عزیزانمون که از دست دادیم به یک نقطه اشتراک برسیم. حکومت داره از جدایی ما استفاده میکنه. الان میبینیم که عده‌ای با شرمساری، با خاکبرسری میرن و رای میدن، اما ما باید ایجاد شرمساری کنیم. باید به همه ایرانی ها بگیم اگر رای میدین دستتون رو توی خون بچه های ما میزنیم. دستتون توی خونه. شما در خون ریختن بچه های مردم شریک میشین وقتی که رای میدین. زنده باد ایران، زنده باد مردم ایران. سلام، من شهردینم. امروز با جمعیت دوستان اومدیم که به سفارت ننگ جمهوری اسلامی اومدم، صدای زنان ایران باشم، صدای کارگران ایران باشم، صدای مادران شهید داده ایران باشم و بگم که رأی من سرنگونی جمهوری اسلامی. سلام، من خدمت تمام ایرانیان سراسر دنیا. امروز مصادف با روز انتخابات جمهوری اسلامی و تعیین رئیس از ریاست جمهوری، اما این ریاست جمهوری انتخابات انتصابات حکومت آخوندی فاشیستی و هیچ ایرانی با شرف این انتخابات رو از صمیم قلب قبول نداره و این حق تمام ما ایرانی ها یک انتخاب، اونم سرنگونی، فقط سرنگونی. لیلا احسانی هستم، اومدم جلوی سفارت جمهوری اسلامی اعلام کنم رأی من نه به جمهوری اسلامی، رأی من نه به 42 سال جنایت، ظلم، ستم، رأی من نه به 42 سال فقر، گرانی، تجاوز، رأی من نه به کلیت نظام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. من بر جمهوری اسلامی رأی می رأی. لیلا احسانی هستم. امروز 28 خرداد در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت هستیم در اعتراض به مسحک انتخاباتی رژیم. دوستمون کیان آزادی متن رو به زبان آلمانی قرائت کردن و اینجا میخوام که سوال کنم متنی رو که به زبان آلمانی سخنرانی کردین میتونین فارسیش هم برای ما توضیح بدین؟
جمهوری اسلامی نابود باید کرده. این که فرخواست میلیون ها انسان شریفی است که جگرگوشه هایشان فقط به خاطر مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی در دهه 60 شکنجه و اعدام شدند. من نمونه هایی از جنایات جمهوری اسلامی که انجام داده به آن اشاره کردم و میخواهم بگویم ما جوانان، زنان و مردان امروز نه تنها در این سیرکی که شما اسم آن را انتخابات گذاشتید شرکت نمی کنیم، بلکه خود را برای انقلابی زیر و رو کننده، یعنی نابودی تمام ارگان های این ماشین کشتار، سرتاپا، دزد و جنایتکار آماده می کنیم. زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی و برابری. جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. رأی ما چیه؟ سرنگونی اسلامی گزارشاتی رو دیدید از شهر برلین آلمان مقابل سفارت جمهوری اسلامی و همچنین مجدداً از شهر فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی. در اتاق کلاب هاوس هم من دوستانی رو میبینم که احتمالاً در شهرشون تجمع اعتراضی مقابل کنسولگری و یا سفارت جمهوری اسلامی برگزار شده باشه. این امکان رو دارید که بیایید روی استیج و صحبت بکنید، گزارش بدید رو به بینندگان این برنامه پخش مستقیم که در حال حاضر در تلویزیون کانال جدید به صورت زنده پخش میشه و همچنین در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و یوتیوب. شماره تلفن 2046 739 6814 38 روی اسکرین میبینید.
از این طریق شما میتونید در واتساپ و تلگرام گزارشاتتون رو به صورت تصویری و صوتی و همچنین نوشتاری برای ما ارسال بکنید. گزارشاتی به دست ما در طول برنامه رسیده، برنامه زنده هست. تمام تلاشمون رو کردیم بتونیم گزارشات شما رو منتشر بکنیم. اگر گزارشاتی بمونه با توجه به اینکه ما حدوداً تا کمتر از 10 دقیقه دیگه در این برنامه خواهیم بود، در برنامه های بعدی گزارشات شما رو منتشر میکنیم یا در شبکه‌های اجتماعیمون، پلتفرم هامون در تلگرام، در اینستاگرام، در توییتر و فیسبوک گزارشاتی که شما منتشر کردید رو برای به دست ما رسوندید رو منتشر خواهیم کرد و در برنامه های بعد هم منعکس میکنیم. بنابراین همچنان با ما در ارتباط باشید در واتساپ و تلگرام و گزارشاتتون رو برای ما بفرستید. از ایران برای ما گزارش ارسال شده، میبینیم و بعد برمیگرد. اینم از مسجد امام زمان تو یافت‌آباد. بازار مبل سگ پرسه نمیزنه به غیر از چند تا دونه بسیجی و یه نفر مسلح وایساده. شاید ساعت 11:30 مسجد پرنده پر نمیزنه. تحویل بگیر آقای خامنه‌ای. بسیار خوب، گزارشاتی رو دیدیم از تهران، یافت‌آباد، مریوان و مشهد. چند ستاد انتخاباتی رو شهروند خبرنگاران در واقع فیلم گرفتن ازش، ستادهای انتخاباتی سوت و کور که هیچ خبری نیست و هیچ مشارکتی و شرکتی در انتخابات جمهوری اسلامی وجود نداره. همچنان داره گزارش از شهرهای مختلف میاد، از شهرهای بویژه، شهرهای کشورهای اروپایی. من دارم میبینم که اتاق فرمان داره دریافت میکنه شهرها رو. فکر میکنم که فرصت داریم هنوز به چند شهر دیگه هم بپردازیم. همونطوری که اعلام کردم، اگر گزارشی به دست ما رسوندید و ما در این برنامه به دلیل محدودیت زمانی نرسیدیم گزارشات شما رو پخش بکنیم، حتما در پلتفرم های شبکه های اجتماعی گزارشات شما رو منعکس میکنیم. نگران این موضوع نباشید، یا در برنامه های بعدی گزارشات شما رو منعکس میکنیم. همچنان من اینجا اشاره بکنم مجددن هشتگ #NoToIR هشتگ اول توییتر فارسی هست. طوفان توییتری رو شرکت بکنید. امروز فرصت دارید تا آخر شب در این طوفان توییتری شرکت بکنید. فردا هم از صبح در سراسر جهان میتونید در این طوفان توییتری مشارکت داشته باشید و هشتگ #NoToIR رو بتونیم با اتحاد و همبستگی در شبکه‌های اجتماعی رو به جامعه جهانی ترند اول نگهش داریم و حتی شاید بتونیم ترند اول توییتر جهان بکنیم. گزارشات تصویری دیگه آماده هست اگر اتاق فرمان به من اطلاع بدن که میتونیم گزارشات رو ببینیم. فکر میکنم از شهر استکهلم سوئد باشه، اگر اشتباه نکنم. شهر استکهلم سوئد هم همیشه مقابل سفارت جمهوری اسلامی جمعیت بسیار زیادی جمع میشه موقع رای گیری. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که یه پروپاگاندا بکنه که شهر استکهلم که یکی از سیاسی ترین شهرهاست و نیروی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بسیار در اون قوی هست، جمهوری اسلامی هرگز نتونسته در مقابل این شهر قد علم بکنه و همیشه ما جمهوری اسلامی رو در شهر پرهیاهوی استکهلم شکست دادیم. یه گزارش دیگه تصویری میبینیم و برمیگردیم. Doch hier in Deutschland bekommt man davon kaum etwas zu hören.
Deshalb möchte ich etwas erzählen von den angeblichen Wahlen im Iran. Diese Wahlen haben nicht den Zweck, der Bevölkerung Entscheidungsmöglichkeiten einzuräumen und die Menschen am politischen Geschehen teilhaben zu lassen, wie das in Demokratien der Fall ist. Die Wahlen im Iran geben dem Mullah-Regime lediglich ein neues Gesicht, sonst bleibt alles beim Alten. Nichts ändert sich an der brutalen Unterdrückung von Frauen, von Oppositionellen oder von Homosexuellen im Iran. Nichts ändert sich daran, dass der Iran in der ganzen Region Terrorgruppen wie die Hamas, den islamischen Dschihad, die Hisbollah oder die Houthi-Rebellen im Jemen unterstützt, finanziert und mit Waffen aufrüstet. Nichts ändert sich auch daran, dass der Iran Regimekritiker in der ganzen Welt verfolgt und versucht, sie zu ermorden. 2018 zum Beispiel plante ein in Wien akkreditierter Diplomat, Asadollah A., einen Sprengstoffanschlag auf eine Großkundgebung von iranischen Exil-Oppositionellen in Frankreich, die glücklicherweise vereitelt wurde. Das zeigt, dass auch die iranischen Botschaften im Grunde nur Stützpunkte eines Terrorregimes sind, von dem für Gegnerinnen und Gegner dieses Regimes überall auf der Welt eine große Gefahr ausgeht. امروز 18 جوان برابر با 28 خرداد هستش، روز جمعه، روزی که این انتخابات توی ایران برگزار داره میشه و ما توی کوپنهاگ پایتخت دانمارک هستیم جلوی سفارت ایران. همینجور که میبینیم مردم زیادی اومدن که اعتراض کنن و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی باشن. امروز 18 جوان برابر با 28 خرداد هستش، روز جمعه، روزی که این انتخابات توی بسیار خوب، دقایق پایانی برنامه هستیم. خسته نباشید میگم به همه شما بینندگان گرامی، بینندگان تلویزیون کانال جدید و مخاطبین برنامه پخش مستقیم در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و یوتیوب که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. گزارش های آخر مربوط میشد به حمایت سازمان ها و نهادهای آلمانی از مبارزات مردم ایران و همچنین شهر کوپنهاگ دانمارک. یه گزارش خیلی کوتاه داشتیم چون الان همچنان در جریان هست و گزارش ها داره به دست ما میرسه. اگر اتاق فرمان به من اشاره بکنن یا اطلاع بدن که همچنان گزارشاتی داریم، میتونیم در این چند دقیقه هم استفاده بکنیم. و گزارشات بله، ظاهرا از ایران به من اطلاع دادن که گزارش به دستمون رسیده، گزارش رو میبینیم، گزارش تصویری از ایران از ستادهای سوت و کور انتخاباتی و بعد برمیگردیم برنامه رو به پایان میرسونیم. فراموش نکنید که شماره تلفن 2046-739-6814-38 این امکان رو به شما میده که در تمام طول شبانه روز از طریق واتساپ و تلگرام گزارشات تصویری، صوتی و نوشتاریتون رو به دست ما برسونید. یه سری به ایران میزنیم و برمیگردیم و برنامه رو به پایان میرسونیم. در تبریز 28 خرداد شهر خلوت خلوت رای بیره شهر را به شهر ارواح تبدیل می کنیم. زاهدان ببینیم تحریم انتخابات توسط مردم زاهدان کلید خورده، حتی با وجود حمایت مسجد مکی از انتخابات بازم مردم نمیان هیچ گونه شلوغی و تجمعی نمیبینیم. درود همیانان عزیز، امروز 28 خرداد سال 1400 یکی از صحبات اخص رعی استان البرز منطقه میرشهر دقت کنید، مردم تحریم کردن انتخابات و اون خلوتی که مشاهده میکنید برای تحریم انتخابات. به پایان این برنامه رسیدیم، برنامه ویژه انتخابات 1400 و پوشش تجمعات و تظاهرات در اعتراض به انتخابات 1400 در شهرهای سراسر جهان مقابل کنسولگری ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی.
مقابل این مراکز تروریسم اسلامی و لانه جاسوسی که جمهوری اسلامی برپا کرده و همچنین تجمعاتی که در شهرهایی که جمهوری اسلامی صندوق اخذ رأی گذاشته و همچنین تجمعاتی که در شهرهایی که جمهوری اسلامی هیچ کاری نتونسته بکنه اما ایرانیان آزاده، احزاب و سازمان‌های سرنگونی طلب، خانواده‌های دادخواه تجمع کردند و گفتند رأی ما سرنگونی. گزارشات همچنان داره به دست ما میرسه چون همچنان تجمعات برپا هست اما وقت برنامه ما به پایان رسیده. اینجا من شیرین شمس به همراه کیان آذر و جمیل فرزان برای همه شما شب و روز خوبی رو آرزو می‌کنم. رأی ما سرنگونی. دریا بی تا باد گونا پا بر جان، نگاه فانوس ستاره ها سوزان، رو به رو زیر سائقه ها ساحل نمایان، کشتی مغرور حریف طوفان هاست، مهار تقدیر دست ناخداست، رو به رو شکست تن موج از سماجت او، طوفان برپاست، پرچم بالاست، بالاست، قایق ران ها میخونن ای همراهان به پیش، این موج ما جان، نگاه فانوس ستاره ها سوزان، رو به رو زیر سائقه ها ساحل نمایان، کشتی مغرور حریف طوفان هاست، مهار تقدیر دست ناخداست، شکست تن موج از سماجت او، طوفان با